کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران 31 اکتبر 2013، محکومیت اعدام 16 زندانی سیاسی در زاهدان. این اعدام ها با اهداف سیاسی انجام شده و یک جنایت علیه بشریت است. کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعدام 16 زندانی سیاسی در زاهدان را قویاً محکوم کرد و نوشت این اعدام های وحشیانه در حالی صورت گرفت که هیچ گروهی مسئولیت حمله‌ای که بر علیه پاسداران صورت گرفته را بر عهده نگرفته بود و هدایت الله میر مراد زهی نماینده مجلس رژیم ایران در سراوان به خبرگزاری نیروی تروریستی قدس به نام تنسیم گفت هنوز مشخص نیست که چه کسی در این حمله دست داشته. او گفت که اطلاعات درباره این حادثه همچنان مبهم است. این یک انتقامگیری برنامه ریزی شده توسط رژیم ایران است که ناقض قوانین بین المللی حقوق بشری است. کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران خاطر نشان می کند که 9 نفر از 16 نفری که اعدام شدند کسانی بودند که طی بیانیه‌ای ضمن حمایت از مجاهدین خلق قتل عام اول سپتامبر در کمپ اشرف در عراق را محکوم کرده و این حمله وحشیانه و تروریستی را که به دستور نیروی قدس و توسط ارتش تحت امر مالکی صورت گرفته محکوم کرده بودند. این اعدام ها با اهداف سیاسی و به منظور ایجاد ترس و وحشت در میان مردم سیستان و بلوچستان انجام شده و یک جنایت علیه بشریت است. کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران خاطر نشان می کند از هنگام انتخاب رئیس جمهور جدید رژیم ایران، آخوند حسن روحانی 270 نفر در ایران اعدام شدند. این کمیته آمار بالای اعدام در ایران را محکوم می کند و از خواست خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران که خواهان ارجاع پرونده رژیم ایران در زمینه حقوق بشر به شورای امنیت سازمان ملل شده حمایت می کند. فراخوان به اعتراض و قیام، هر فرصت، هر زمان، هر مکان. هموطنان، جوانان دلیر و اشرف نشان، مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی در داخل میهن اشغال شده، مرحله سرنگونی رژیم منفور ولایت فقیه واقعی و جدی است. بیش از حد به درازا کشیده است. به لطف جنگ و استمالت و امدادهای غیبی استعماری که جنبش مقاومت خلق را به بند کشید، اکنون باید در هر فرصتی آماده قیام بود. زمان و لحظه مناسب برای برخاستن فرا می‌رسد. بحران و نارضایتی جوشان از پایین جامعه به بالا رسیده و سرریز شده است. پایینی ها که مردم ایران باشند این رژیم را نمی خواهند. بالایی ها که آخوندهای شق شقه حاکم باشند در مانده اند و دیگر نمی توانند سرجم عمل کنند. خامنه ای دیکتاتور خوناشام با رگبار اعدام های روزمره در خفا و علن می خواهد با روب و وحشت ما را از حرکت باز دارد. از این طریق ناخدای استبداد در محیط توفانزا می خواهد کشتی در هم شکسته نظام را از غرق شدن برهاند.
در عصر کبیر آگاهی و ارتباطات، خلقها با پیشتازان پاک باز خود به میدان آمدند تا راه را ادامه دهند. دنیای ارتجا و بهره‌کشی باید پایان یابد. گفته بودیم که حرف آخر را خلق اسیر و پیشتازان در زنجیرش می‌زنند. بر زنجیر هاست که از هم بگسلد، بر شب تیره و تار است که مغلوب آفتاب کاران شود. شب تیره و تار استبداد و ارتجا که ایران زمین را در بر گرفته و خلق ما را اسیر کرده است. در هر فرصتی به اعتراض و قیام برخیزید. با تمام توش و توان، هر زمان، هر مکان. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی بخش ملی، رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی مردم ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. مسعود رجوی، 26 اردیبهشت 92.